هستیم و نظام حکومتی در افغانستان به وجود می امنیت ملی پاکستان مستقیم هدف بگیره. اما پاکستان نگاهش نسبت به افغانستان از طرف دیگه مهم است. پاکستان کوشش میکنه که در افغانستان یک ثباتی به وجود بیاره که نظام سیاسی در افغانستان حاکم میشه دست نشانده و حالت دست پاکستان نباشه. بنابراین تلاش هند به سمت ایجاد ثبات و کمک به مردم افغانستان است. تلاش پاکستان به این است که افغانستان رو به عنوان یک حیات خلوت و حوزه نفوذی خود برای همیشه داشته باشه. طبعا سیاست های از اونها در اینجا ممکنه باعث با وجود آمدن ناامنی ها و چالش ها و بحران های جدی برای مردم افغانستان باشه. این سیاست دولت افغانستان میطلبه، این دیپلماسی دولت افغانستان میطلبه که چگونه بین دو خواست متضاد و همگون میتونه که تعادل و هماهنگی ایجاد بکنه در جهت بهبود وضعیت افغانستان، که هم حمایت هند را به عنوان یک متحد استراتژیک خود داشته باشه و هم کوشش کنه برای پاکستان این اعتماد و تضمین را به وجود بیاره که هرگز دولتی که در افغانستان حاکم میشه به عنوان یک دولت مستقل و قدرتمند مشکل و بحران‌های جدی را برای پاکستان خلق نمی‌کنه، که مستلزم تغییر یک سلسله سیاست‌ها و برنامه‌های دولت افغانستان در ارتباط با پاکستان است. بحث دیورند باید به صورت جدی حل شود. تا زمانی که دیورند به عنوان یک محل منازعه وجود داشته باشه، مشکل افغانستان پاکستان به راحتی‌ها حل نخواهد شد. همونطوری که در تاریخ سیاسی افغانستان همه ما و شما میدانیم که یک بخش زیادی از دولت‌هایی که در افغانستان سقوط کرد، یا به عبارت علت یک بخش زیادی از نابسامانی‌های سیاسی در درون افغانستان ارتباط مستقیمی می‌گیره با سیاست دولت‌های حاکم در کابل نسبت به دیورند. بسیار خوب، میشه در یکی دو دقیقه اگر بگوین در کل این سفر باراک اوباما با ده کشور آسیایی به عنوان آخرین سوال این بحث، آیا خاطر از جلب توجه کشورها او در کشورهای آسیایی که تا حال در هیچ راه با افغانستان همکار نیستن و کمک نکردن اونا را جلب بکنه؟ چون باراک اوباما به هر کشوری که سفر میکنه یک یادی از افغانستان میداشته باشه. من یقین دارم که تأثیر خودش میگذاره. اینطور نباید قضاوت بکنیم که این سفرهای نشستهای گفتگوها و مذاکرات به نتیجه است. اما این سفر در ارتباط با بهبودی یا عدم بهبودی وضعیت سیاسی در افغانستان، وضعیت ناامنی در افغانستان تأثیر داره، منتها منوط به این که مکانیزم های عملی حمایتی دولت آمریکا از افغانستان ادامه پیدا بکنه. به عبارتی مطالبات و خواسته ها و فشارهایی که دولت آمریکا سر پاکستان میاره با سفرش با هند، با اظهارات آقای اوباما، این باید با یک سلسله مکانیزم و تاکتیک های عملی حمایت آمریکا از دولت افغانستان ادامه پیدا بکنه. اینطور نباشه که دولت آمریکا فقط تمام فشار خودش را سر دولت افغانستان افزایش بده، سر رفتارها یا سیاستهایی که ممکنه اعتماد مردم افغانستان نسبت به دولت افغانستان کاهش بده، سری باید کمتر توجه بکنه یا به عبارتی در اولویت‌های بعدی خود قرار بده و کوشش کنه که سیاست و استراتژی را در ارتباط با افغانستان در پیش بگیره که هم برای مردم افغانستان مقبول باشه و هم برای دولت افغانستان، در عین حالی که فضای اعتماد بین مردم و دولت را افزایش بده. یک مسئله دیگه، پاکستان باید کوشش کنه که با استفاده از فشارهای اقتصادی که در دست خود داره نسبت به پاکستان، نسبت به کشورهایی که میخواد ناامنی در افغانستان تداوم بده، باید بیشتر و جدیتر وارد عمل شود و علاوه بر شعار و بحث‌های موعظه‌گرانه و سفارشی، یک سلسله مکانیزم‌های جدی را در صورتی که کشورها نخواهد در راستای خواست‌ها و مطالبات جامعه بین الملل در ارتباط با بهبود امنیت در منطقه حرکت بکنه، یک سلسله تنبیه‌ها را هم باید پیش‌بینی باشه. تا زمانی که تنبیه پیش‌بینی نشده باشه، فکر می‌کنیم سیاست‌های ناصادقانه و شفاف کشورهایی که می‌خواهند نامنیر در افغانستان تداوم بدن ادامه خواهد داشت. سپاس از شما جناب دکتر جعفر مهدوی تا در این بحث اشتراک کردید. سپاس از توجه شما بینندگانی که بیننده این بحث ویژه از نگاه بودین. تا فرصت دیگر و برنامه بعد، خدا نگهدار.